سلام و عرض ادب خدمت شما دوستای عزیز و گل، کلی وقتتون بخیر باشه. اومدیم با اخبار جنجالی امروز و خبر مهم امروز. بچه ها، همونطور که میدونید امروز ثبت نام کنکور دوباره باز شده. میتونی ویرایش بزنی، میتونی ثبت نام کنی، ولی تغییر رشته نمیتونی انجام بدی. مثلا بگی از هنر به زبان تبدیلش کنم، از زبان به سمت هنر تبدیلش کنم. نه، اصلا بچه اینطوری نیستش. میتونی ویرایش تو انجام بدی. خب الان خوشحال میشی و میگی به به، من برم ویرایش رو انجام بدم، چه میدونم کنکور ثبت نام کنم. اگه مثلا کسی که فرهنگیان ننوشته بنویسه 618 هزار تومن باید پول بده. از 218 هزار تومن ثبت نام کنکور فرهنگیان سریال علاقمندی شده 618 هزار تومن. یک فرصت مجدد داده، آره، چهار برابر پول خودشو داره میگیره، دو برابر پول خودشو داره میگیره. 618 هزار تومن، اینو کجای دلم من بذارم؟ یعنی اصلا هیچی نمیشه گفت. آخه داوطلب، من یادم مثلا میومدی 50 هزار تومن 60 هزار تومن پول کنکور میدادی تموم میشد، چه توی تایم اضافه چه توی تایم عادی. وقتی اینا پول کم آوردن، یه هم اومدن از 50 هزار رسوندنش 200 هزار، از 200 هزار رسوندنش 600 هزار تومن. اینه که دارم بهتون میگم بچه ها، درستون رو برای کنکور خوب بخونید که قبول بشید برید، فقط امسال یا سال آینده قبول بشید برید، چون شرایط خیلی سخت‌تر خواهد شد. هرچند هر چقدرم که شرایط سخت بشه ما هستیم، کمک میکنیم هر سال، خب بچه‌ها جدید میان، ولی سعی کنید که قبول بشید دیگه امسال یا سال آینده. و خواستم این رو بهتون بگم که برای سراسری مشخص نیست، من رفتم نگاه کردم پنلش برای من باز نشده بود، ولی برای فرهنگیان چرا گرون شده بود و اونم 618 هزار تومن بود. پس فرصت ویرایش داری، فرصت ثبت نام کنکور داری و هزینه زیادی رو فعلا باید پرداخت بکنی که متاسفانه این مورد هستش. و اما میرسیم به خبر بعدیمون. قراره که رشته های انسانی، ریاضی و تجربی با هم ادغام بشه، بشه یکی. حداقل تا 2 سال آینده این اتفاق خواهد افتاد. یعنی مثلا پیشنهاد و پیشبینیم اینه که سال 1405 یا 6 این اتفاق میفته، که احتمالا سال 1406 که ترکیب رشته ها رو ما داریم که دیگه طرف نیاد انتخاب بکنه رشتهش رو که کدومه. معلوم نیست چه سازوکاری رو در نظر گرفتن برای این مورد. اما نکته بعدی که میخوام بهتون بگم بچه ها، در رابطه با ترمیم بود که وزیر آموزش پرورش گفته بود که ترمیم بچه ها قطعیه و فقط منتظر بخشنامه رسمیش باشن که به زودی انتشار پیدا میکنه. و بازم تأکید کرد که فقط خرداد ما ترمیمات رو میتونید انجام بدید. حالا ممکنه که یه عده از بچه ها بگن آقا من اصلا میخوام سال 1405 کنکور بدم، سال 1406 کنکور بدم، این سال 10، 11، 12 ترمیمش چطوری میشه؟ آقا من اصلا پشت کنکوریم، میخوام 2 سال آینده کنکور بدم، زمانی که مثلا حالا 11، 12 هست یا سال بعد کنکور بدم، این 11 رو من چیکار کنم؟ بچه ها هیچ سازوکاری توسط سنجش اصلا منتشر نشده و معلوم نیستم که چطوریه. آیا سال 11 و 12 رو توی خرداد ما پشت هم و فشرده امتحان میدی؟ معلوم نیستش، معلوم نیست. ممکنه بیان بگن آقا جان ترمیم 11 رو دیما انجام بدید، 12 رو ببرید مثلا توی خرداد ما، هر چیزی امکان داره. خب ولی به نظر من به عنوان یک مشاور پلن بخوام بهتون بدم، میتونید سال 12 رو یه سال زودتر ترمیم بکنید و خیلی خوبم ترمیم بکنید، یعنی یه جوباش نمره بشه 19.5-20 اینطوری، اوکی؟ و بعد ترازتون خیلی افزایش پیدا کنه و بعد سال بعدی 11 رو بدید. این فعلا یه پلنیه، فعلا. هرچند ممکنه که اگر منتظر باشی
شرایط بهتری برات اتفاق بیفته، یا بیان بگن 11 این تایم، 12 این تایم بیاید و امتحان بدید، ممکن اون براتون بهتر باشه. من صرفا یه پلنی بهتون گفتم که تحقیقش با خودتون هستش و انجام دادنش با خودتون هستش، که یه جورایی بیاید و چیکار کنید، سال 12 رو یه سال زودتر بدید و به قول معروف بعد سال 11 رو امتحان بدید. این بود از ویدیو امروز بچه، لایک و سابسکرایبتون نره، مراقب خودتونم باشید، زیاد سخت نگیرید توی زندگیتون، میدونم شرایط خیلی سختی گاهی به وجود میاد، ولی سعی کنید که مراقب خودتون باشید و خودتون رو دوست داشته باشید، تلاشتون رو انجام بدید و خودتون رو دوست داشته باشید، وابسته و متکی به هیچ کس نباشید. کسایی که یه جورایی ممکنه که حتی نقشی توی پیشرفتتون نداشته باشن، حتی اگه از افراد نزدیکتون باشن، سعی کنید که سرمایه گذاری روی خودت بکنی، روی خودت و تلاش خودت. عیب نداره که استرس میکشی، عیب نداره که موات سفید میشه، ولی به اون موفقیت میارزه. موفق که بشی همه رو برمیگردونی، همه استرس هایی که کشیدی و اون استرس ها زده بود همه چی تو خراب کرده بود، همه چی تو میسازی از نو. اوکی؟ درست فکر کنید، هیچ وقت هدفهای کوچیک نداشته باشید و قانع نشید، هدف بزرگ داشته باش. خیلی خوبه که هدف بزرگ داشتن، میدونی؟ دمتون گرم، مراقب خودتون باشید، چاکر همتون.